نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان امیدوارم که حالتان خوب خوب باشه به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف نهم در خدمت همه شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید تا اگر سوالی داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید شماره ما هست هشتاد 255 40 13 شما میتونید از طریق این شماره با مادر ارتباط باشید اما شاگردای عزیز در جلسه قبل ما اتصال مسلسل مقاومت ها را مورد بررسی قرار دادیم در این جلسه قصد داریم که اتصال موازی مقاومت ها را مورد بررسی قرار بدهیم اما قبل از شروع درس یک مروری بر اتصال مسلسل مقاومت ها داشته باشیم خب به تخت سیاه نگاه کنید ما خدمت شما عزیزان بیان کردیم که اتصال مسلسل به چه صورت بود گفتیم که اگر مقاومت ها به دنبال هم متصل شده باشند سه, سه نگاه کنید مقاومت آر یک با مقاومت آر دو با مقاومت آر سه اینها به دنبال هم متصل شدن دیگه این میشه این نوع اتصال اتصال مسلسل پس در شکل ها شما دیگه باید تشخیص بدین گاهی اوقات در سوالات اصلا بیان نمیکنن که این نوع اتصال چی اتصالیه و منتظرن که خود شاگرد تشخیص بده که اتصال موازی است یا اتصال مسلسل پس اتصال اگر مقامت ها به دنبال هم متصل شده باشن این اتصال اتصال مسلسل هست دیگه خب در اتصال مسلسل گفتیم که از همه مقاومت ها یک جریان نبور میکنن پس جریانی که از مقاومت اول عبور میکنه یعنی آی یک با جریانی که از مقاومت دوم عبور میکنه یعنی آی دو با جریانی که از مقاومت سوم عبور میکنه یعنی آی سه با هم برابره و ما گفتیم که همه سه تا مقاومت میتونیم با یک مقاومت جایگزین کنیم که با اون مقاومت میگیم مقاومت معادل آفرین بر شما مقاومت معادل در اتصال مسلسل یاد گرفتیم که میشه جمع مقاومت ها پس R که نشان دهنده مقاومت معادله برابر میشه با R1 جمع R2 جمع R3 دیگه سه, سه و برای پیدا کردن مجهولات ما از قانون اوم هم میتونستیم که استفاده کنیم قانون اوم به ما میگفت که نسبت تفاوت پتانسیل به شدت جریان یک مقدار ثابتیه که به این مقدار ثابت ما میگیم مقاومت این یعنی هم قانون اوم بود خب یک مثال بزنیم با هم دیگه تا بیشتر تسلط پیدا کنیم خب فرض کنید که سه تا مقاومت داریم مقاومت اول دو اومه مقاومت دوم دو ما هسته هشت اوم و مقاومت سوم سو ما هم هسته 12 اوم دیگه سهیسته؟ حالا اولا به ما میگن که نوع اتصال چیه؟ ما نگاه میکنیم مقامت ها به دنبال هم متصل شدن پس نوع اتصال مسلسله خب حالا میگه مقاومت معادل دریافت کنید در اتصال مسلسل میگیم که مقاومت معادل ما یعنی R برابر میشه با R1 جمع R2 جمع R3 دیگه خب R1 داریم دو R2 هشته R3 هم که برابر با 12 هسته دیگه سهسته؟ 8 با 12 اگه شما جمع کنید 20 میشه با 2 هم 22 میشه پس میشه 22 اوم دیگه پس شما میتونید همه این مقاومت ها یعنی مقاومت R1 آر R2 آر و R3 را با یک مقاومت R مساوی با 22 اوم جایگزین کنید دیگه در سرکیت ها ما کار را انجام بدیم این شده از اتصال مسلسل مقاومت ها اما اتصال بعدی که باید یاد بگیریم اتصال موازی مقاومت های خوب به شکل نگاه کنید این سه تا مقاومتی که ما اینجا برای شما رسم کردیم به صورت موازی وضع شده خب میره با هم دیگه بیشتر بررسی کنیم تا تشخیص بدیم که اتصال موازی به چه صورته و همچنین مقاومت معادل جریان و تفاوت پتانسیل ما چگونه میتونیم در اتصال های موازی دریافت کنیم پس به تخت سیان نگاه کنید تا بیشتر این را مورد بررسی قرار بدیم خب شاگرد عزیز در اتصال مسلسل گفتیم که مقاومت ها همگی دنبال همدیگه متصل میشن اما در اتصال موازی به این صورت خب توجه کنید یک مقاومت دارم مقاومت آر یک یک مقاومت دیگه دارم مقاومت آره دو یک مقاومت دیگه هم دارم مقاومت آره سه هستم سه است؟ میگیم که اتصال ما از نوع اتصال موازیه وقتی که یک سر همه مقاومت ها این سمت نگاه کنید مثلا سمت چپ یک سر همه مقاومت ها و یک نقطه مثل نقطه A متصل باشه و یک سر دیگه همه مقاومت ها و یک نقطه به نام نقطه B متصل باشه صحیح این نوع اتصال میشه اتصال موازی در اتصال مسلسل مقاومتها ها به دنبال هم متصل میشدن اما در اینجا یک سر همه مقاومتها ها به یک نقطه مثل نقطه A و یک سر دیگه همه مقاومتها ها به یک نقطه مثل نقطه B متصل میشه این نوع اتصال میشه اتصال موازی پس در شکل وقتی دیدین به ای صورت مقاومت ها متصل شدن بفهمیم که اتصال شما از نوع اتصال موازیه خب حالا قصد داریم که مقاومت معادل در اتصال موازی دریافت کنیم مقاومت معادل چی مقاومتی بود؟ مقاومتی بود که کار همه این مقاومت ها رو انجام میداد میتونیم جایگزین کنیم طریق محاسبهش فرق میکنم میگیم که مقاومت معادل وقتی میخوایم دریافت کنیم از معکوس استفاده میکنیم میگیم یک بر آر یعنی معکوس مقاومت معادل مساوی میشه با یک بر آره یک جمع یک بر آر دو جمع یک بر آر سه چون سه تا مقاومت داریم پس اینها رو وقتی به صورت معکوس با همدیگه جمع کنید مقاومت معادل رو میتونید دریافت کنید سعی شد خب جریان چه قسمیه؟ میگیم که جریان در مقاومت هایی که به صورت موازی متصل شدن با هم دیگه جمع میشن یعنی جریان کل اگه با میخوایم در این سرکت دریافت کنیم آی ما میشه آی یک جمع آی دو جمع آی سه دیگه در اتصال مسلسل شما دیدید که این آی ها با هم برابر بود یعنی از همه مقاومت ها یک نو جریان رو بور میکرد اما اینجا میگیم که شدت جریان کل ما برابر با جمع اینها میشه یعنی جریان در مقاومت آر یک با جریان در مقاومت آر دو با هم دیگه مساوی نیستن اما تفاوت پتانسیل همه اینها با هم دیگه یکیه پس میگیم که وی1 مساوی با وی2 مساوی با وی3 هستن تفاوت پتانسیل برای همه اینها یکی هستن و ما برای دریافت مجهولات باز هم میتونیم که از قانون اوم استفاده کنیم یعنی این قانون بسیار مهم در مقاومت ها که میگن نسبت تفاوت پتانسیل به شدت جریان یک مقدار ثابتیه که ما به اون میگیم مقاومت از این قانون میتونیم برای دریافت مجهولات خودمان استفاده کنیم خب این نکات در رابطه با اتصال موازی خدمت شما عزیزان گفتیم با هم دیگه چند تا مثال حل کنیم مثال اول با هم بخوانیم گفتم مقاومت های آر یک آر دو و آر سه به صورت موازی متصل شده و دو سر آنها به منبع دوازده ولت متصل شده یعنی تفاوت پتانسیل به ما داده 12 ولت. مقاومت معادله و همچنین جریان کلی را دریافت کنید. خب این سوال با هم دیگه حل کنیم. خب مقاومت R1 به ما قیمتشو داده 12 اوم. مقاومت R2 به ما داده 8 اوم و مقاومت R3 به ما داده 24 اوم. باز گفته که منبع ما هم یعنی تفاوت پتانسیلی که اینجا ایجاد شده 12 ولت پس اینجا ما دوازده ولت داریم دیگه سعی است این گفته مقاومت معادل دریافت کنید مقاومت معادل گفتیم به این صورت یک بر آر مساوی میشه با یک بر آر یک جمع یک بر آر دو جمع یک بر آر سه خب یک بر آر مساوی میشه با یک بر آره یک، آره یک دوازده قرار میدیم یک بر آره دو، آره دو بیست چهاره خود سوال گفته یک بر آره سه، آره سه هم که آره دو ببخشید هشته و آره سه هم که برابر با بیست و چهاره استه شد اینها رو قرار دادیم حالا مساوی میشه با اینجا کسر داریم دیگه ما باید مخرج مشترک بگیریم وقتی نگاه میکنیم 24 رو میتونیم مخرج مشترک بگیریم 24 با 12 دو, دو دو ضرب در یک دو جمعه 24 با 8 سه سه ضرب در یکم که سه میشه جمعه 24 با 24 یکم زب... یک ضرب در یکم برابر با یک میشه سه و دو رو جمع کنید پنج با یک میشه شش شش بر 24 که یکی بر آره. اما ما آر میخوایم دیگه مقاومت معادله اینجا یک عکس دیگه هم انجام بدیم پس میگیم که آر یا مقاومت معادل میشه 24 بر 6 این عکس کردیم دیگه 24 بر 6 هم که برابر با 4 میشه واحدش هم که اومه پس مقاومت معادل دریافت کردیم برابر با 4 اوم شد خب باز در ادامه چی گفته؟ گفته جریان کلی را دریافت کنید برای پیدا کردن جریان کلی چیکار میکنیم؟ از قانون اوم استفاده هم میکنیم خب قانون اوم مین میسیم ما شکل پاک میکنیم دیگه نیاز نداریم قانون اوم به این صورت بود میگفت که آر مساوی میشه با وی بر آی اینجا ما آی کلی از ما خواسته دیگه میگیم که آر یا مقاومت معادله پیدا کردیم چهار تا وی تفاوت پتانسیل که به ما داده بود دوازده آی اینجا مجهوله میگیم از این رابطه آی ما برابر میشه با دوازده بر چهار که برابر با سه واحدش هم که شما میدانید که امپیر هسته پس ما تانیستیم که هم مقاومت معادل هم شدت جریان در این شکل دریافت کنیم خب سوال بعدی رو ببینیم گفته که مقاومت معادل و جریان را در اتصال مقاومت های زیر حساب کنید این هم مشابه سوال قبلی هست خوی سوال هم با هم حل کنیم آره یک به ما داده شش اوم آره دوره به ما داده دوازده و آره آر سر هم به ما داده دوازده دوازده اوم سایسته؟ و تفاوت پتانسیال یعنی منبع ما هم به ما داده که وی مساوی 15 ولت است اول از ما مقاومت معادل خواسته خب در سوال اگر شما دقت کرده باشید گفتم مقاومت معادل و جریان را در اتصال مقاومت ها بررسی کنید یعنی دیگه به شما نگفته اتصال شما از نوع موازی یا مسلسل اینجا دیگه شما باید تشخیص بدین که اتصال شما از نوع اتصال موازی است پس مقاومت معادل به این صورته میگیم که یکی بر آر مساوی میشه با یکی بر آر یک جمع یکی بر آر دو جمع یکی بر آر سه مساوی میشه با یک بر آر یک آر یک شش پس یک بر شش جمع آر دو دوازدهه و آر سه هم که مخرج مشترک میگیریم دوازده دوازده بر شش دو ضرب در یک دو جمع دوازده به دوازده, دوازده یک هم که یک میشه جمع کنید دو یک سه، سه و یک چهار، چهار بر دوازده میشه یکی بر آر شما حالا آر رو میخوایم دریافت کنیم میشه عکس از این یعنی دوازده بر چهار دیگه، دوازده بر چهار هم که برابر با سه اوم میشه پس مقامت معادله پیدا کردیم سه اوم شد حالا چرا خواسته در ادامه من گفته؟ جریان پیدا کنید خب جریان دیگه باز طبق قانون اوم میریم دیگه قانون اوم به صورت آر مسایب با V بر آی حواستون باشه آری ای که اینجا دیگه استفاده میکنم همون آر مقاومت معادل باشه دیگه خب حالا ما چون جریان میخوایم یک دستگاری در فرمول انجام میدیم میگم آی به این سمت میاریم مساوی میشه با V بر آر کار ما راحت شد مساوی میشه با وی رو به ما پانزه داده بود آر هم که مقاومت معادل هست سه پانزه بر سه شما تقسیم کنید برابر با 5 امپیر میشه جریانی که از این سرکت عبور میکنه سوال بعدی رو ببینیم گفته مقاومت های آر یک و آر دو به صورت موازی متصل شده و دو سر آنها به منبع 12 ولت متصل شده جریان عبوری از هر مقاومت و جریان کلی را دریافت کنید خب شاگردای عزیز اینجا حواستان باشه که اول گفته جریان عبوری از هر مقاومت را دریافت کنید و در ادامه جریان کلی خب سوال با هم حل کنیم مقاومت آر یک مقاومت آر دو خب آر یک به ما داده چهار آر دو هم به ما داده شش سایسته؟ یک جریان آی یک به مقاومت آر یک وارد میشه یک جریان آی دو هم به این مقاومت وارد میشه سایسته؟ خب یک جریان کلی هم که اینجا داریم و تفاوت پتانسیل هم که اینجا به ما داده دوازده ولت دیگه صحیح شد خب حالا ما قصد داریم که چیکار کنیم جریان عبوری از هر مقاومت دریافت کنیم وقتی که به سوال نگاه میکنم اتصال ما از نوع اتصال چی هست موازیه خب در اتصال موازی ما میتونیم که قانون اوم بنویسم میگیم که برای مقاومت اول به این صورت میگم که میگم آره یک مساوی میشه با V یک بر آی یک صحیح شد؟ خب الان آی یک مجهول دیگه گفته جریان عبوری از هر مقامت دریافت کنید پس آی یک مساوی میشه با V یک بر آره یک وی یک که با وی برابر دیگه گفتیم در اتصال موازی تفاوت پتانسیل برای همه یکسانه پس همون دوازده ولت دیگه 12 ولت قرار میدیم آر یک هم که چهاره دوازده تقسیم بر چهار برابر با سه امپیر میشه سعیسته؟ خب حالا در قسمت مقاومت دوم هم باز همین کار تکرار میکنیم میگیم که آر دو مساوی میشه با V دو بر آر V دو بر آی دو دیگه خب آر دو و ما داده شش جایگزین میکنیم وی دو همان وی دیگه در اتصال موازی تفاوت پتانسیل برای همه یکسانه دیگه وی دو همون وی که برابر با دوازده آی دو مشهوله از این رابطه آی 2 ما دریافت میشه دوازده بر شش که تقسیم کنیم برابر با دو میشه پس میشه دو امپیر سیسته آی یک و آی دو رو پیدا کردم دو امپیر حالا آی کلی چی میشه؟ آی کلی شما در جمع اتصال موازی یاد گرفتین که شدت جریان کل میشه آی یک جمع آی دو دیگه پس آی یک ما دریافت کردیم سه آی دو هم که دو شد سه جمع دو کنید برابر با پنج امپیر میشه پس چی شد؟ جریان کلی پس ما اول چیکار کردیم؟ از مقاومت اول استفاده کردیم شدت جریان عبوری از مقاومت اول یعنی آی یک دریافت کردیم از اطلاعات مقاومت دوم یعنی آر دو استفاده کردیم و آی آیدور رو دریافت کردیم در آخر هم آی یک آی دو رو جمع کردیم که جریان کلی رو تانستیم و دست بیاریم سوال بعدی رو به عنوان کار خانگی و شما عزیزان در نظر گرفتیم مقامت های 1 آر یک آره و آر سه به صورت موازی متصل شده است اگر مقاومت معادل برابر با یک اشاری شش اوم باشد مقاومت آر سه را دریافت کنید آر یک داده سه اوم آر دو 6 و آر مجهوله ولی مقاومت معادل یعنی یک اشار شش عم به شما عزیزان داده پس شما از فرمول استفاده کنید فرمول به چه صورت بود؟ یک بر آر مثلا با یک جمع یک بر آر یک جمع یک بر آر دو جمع یک بر آر سه دیگه اینجا تفاوت که فقط آر سه مجهوله از این رابطه استفاده کنید و مقاومت معادله برای ما دریافت کنید خب سوال بعدی را با هم با همدیگه حل کنیم تا تسلط کامل پیدا کنیم بر اتصال موازی مقاومت ها مقاومت های آر یک آر دو و آر سه به صورت موازی متصل شده و دوسر آنها به منبع 24 ولت متصل شده است مقاومت معادل و جریان را در هر مقاومت دریافت کنید اینجا دیگه گفته جریان را در هر مقاومت حواستون باشه سوال خوب بخوانید یک جا میگه جریان کلی را دریافت کنید یک جای دیگه هم میگه جریان را در هر مقامت برای ما دریافت کنیم خب این سوال با هم دیگه حل کنیم آر یک و ما داده دوازده اوم آر دو و ما داده هشت اوم و آر سه هم و ما داده چهار اوم من برم و ما داده بیست و چهار ولت دیگه سعیسته اینجا جریان آی یک عبور میکنه اینجا جریان آی دو و این قسمت هم جریان آی سه از مقاومت آر سه عبور میکنه و این هم که جریان کلی ماه اول گفته مقاومت معادل مقاومت معادل فرمولش مینوسی ما هم دیگه چون اتصال از نوع اتصال موازیه پس یکی بر آر مساوی میشه با یکی بر آر یک جمع یکی بر آر دو جمع یکی بر آر سه خب یکی بر آر مساوی میشه با یک بر آر یک آر یک دوازده یه. یک بر دوازده جمع یک بر آر دو هم که 8 جمع یک بر آر سه آر سه هم که چهاره یک بر چهار خب مخرج مشترک روی چند بگیریم؟ مخرج مشترک ما اگر روی 24 بگیریم حل میشه 24 به 12 دو دو ضرب در یک دو جمع 24 به 8 سه ضرب در یک سه جمع 24 به 4 6 6 ضرب در یک هم که برابر با شش میشه خب شش با دو میشه هشت هشت با سه هم که جمع کنید برابر با یازده میشه صحیح است؟ یازده بر بیست و چهار میشه این میشه یکی بر آر دیگه آر ما چه میشه؟ آر ما میشه بیست و چهار تقسیم بر یازده دیگه که تقریبا دو اشاریه چهار میکنم که جواب سوال ما میشه این میشه مقاومت معادل جریان هم در هر مقاومت خیلی راحت هسته شما میتونید که از طریق قانون اوم این جریان ها را پیدا کنید این قسمت هم باز هم به شما میسپاریم به عنوان کار که خیلی راحت هسته دیگه طبق سوالات قبلی حل میشه این سوال برای ما باز همین قسمت جریانش حل کنید و به شماره که به شما اعلام کردیم برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز درس امروز ما هم خلاص شد ما در رابطه با اتصال موازی مقاومت ها با شما عزیزان صحبت کردیم تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم موفق و پیروز و سربلند باشید